واحد تاریخ هنر رشته معماری، بخش هنر مدرن، با استفاده از کتاب تاریخ هنر مدرن نوشته هاروارد آرناسن، ترجمه مصطفی اسلامیه. شبکه جهانی وند، آموزش در اولویت. جلسه دهم. سلام، من سمانه، دانشجوی دانشگاه مجازی ویند یا ویند ویرچوال یونیورسیتی هستم. همکنون شاهد قسمت دهم از مجموعه برنامه‌های مروری بر کتاب تاریخ هنر مدرن نوشته هاروارد آرناسن هستید. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. اوریلان رودون مشخص ترین نماینده نمادگرایی در نقاشی اوریلان رودون بود. نقاشی که تصویرگر رویاها بود و پیوند مستقیمی بین رمانتیک گرایی قرن 19 و واقعی گرایی قرن 20 ایجاد کرد. او نیز همچون گوگن تحت تاثیر هنر شرقی و به ویژه باسمه‌های ژاپنی بود، اما دنیای او دنیای رویاهایی بود که با رنگامیزی بی‌نظم در سیالان و متغیر آفریده می‌شد و خود آن نیز ویژگی یک رویا را می‌یافت. غالباً مزامینش را با مطالعه طبیعت، زمانی حتی با مشاهده در زیر میکروسکوپ پیدا می‌کرد، اما همین مزامین در دست او تبدیل به تخیلات زیبا یا زشت و بدهنجار می‌گشتند. رودون نخست به رشته معماری پرداخت، اما در امتحانات مردود شد و به نقاشی روی آورد. در واقع نخستین 20 سال زندگی هنری او تقریباً به تمامی وقف طراحی، گراورسازی و لیتوگرافی سیاه و سفید شد. در ابتدا شوق بسیاری برای استادان طراحی دوره رنسانس مثل آلبرت دورر، هانس هولباین و لئوناردو داوینچی داشت. شیوه تأثیرات بیانی سایه روشن در آثار لئوناردو و همچنین رامبراند بود. رودون ساختن گراور تیزابی را نزد رودولف برستن فرا گرفت. هنرمندی غریب احوال و انزوا طلب که بر اساس آثار دورر و رامبراند دنیای تخیلی و گرافیکی آفرید با تمام ریزکاری‌های وسواس‌آمیز و خیال‌انگیز. رودون از طریق او با این نقاشان آشنا شد، ولی کمی بعد بیشتر به سیاه قلم‌های فرانچسکو گویا، بزرگترین استاد نقاشی خیال پردازانه قرن 19 تمایل پیدا کرد. خود رودون یکی از استادان نوین لیتوگرافی به عنوان وسیله بیان شد و با آن دنیایی از رویاها و کابوس‌ها آفرید که نه تنها بر نمونه‌های گذشته بلکه بر مطالعات علمی او در زمینه تشریح و میکروبیولوژی نیز استوار بود. همین نکته است که هیولاهای او را قابل باور کرده است. تمایل نقاش به خیال پردازی و مزامین دهشتناک به طور طبیعی او را در حلقه کسانی چون دولاکرووا، بودلر و رومانتیک های قرن 19 قرار داد. او در طراحی ها و لیتوگراف هایش که در آنها رنگ های سیاهش را تا جایی که بیان او اقتضا می کند توسعه داده، تخیلات برستن را به صورت منظره های کابوسناکی از هیولاها یا موضوعات تراژیک رومانتیک برگرفته از ادبیات اساطیری یا رومانتیک متحول ساخت و ظرافت بخشید. رودون بیشتر به شاعران نمادگرا میمانست و تقریبا تنها نقاشی است که با موفقیت کلام آنها را به تجربیات بصری تبدیل نموده است. مجموعی از لیتوگراف هایش را به ادگار آلمپو که آثارش به توسط بودلر و مالارمه به فرانسه ترجمه شده بود تقدیم نمود و وسوسه سن آنتوان گوستاف لوبر را به صورت لیتوگرافی درآورد. جی کی هایزمان، منتقد و داستان نویس، به هنگامی که خود با نوشتن داستان در جهت خلاف
از طبیعتگرایی زولا فاصله می گرفت و به جریان نمادگرایانه می پیوست، نمایشگاه های رودن را مشتاقانه مورد بررسی قرار داد و حتی در آن داستان خود نیز درباره هنر رودن و گوستاو مورو بحث مفصل نمود. نمایشگاه های رودن را مشتاقانه مورد بررسی قرار داد و حتی در آن داستان خود نیز درباره هنر رودن و گوستاو مورو بحث مفصل نمود. از سال 1895 بود که رودن به طور جدی کارهای رنگی خود را آغاز کرد، اما تقریباً بلافاصله استعداد خود را برای به وجود آوردن هماهنگی‌های دلپذیر هم با رنگ روغن و هم با پاستل نشان داد و همین امر ویژگی دهشت انگیز و ملال‌آور آثارش را تبدیل به شادمانی و تابناکی نمود. روژه و آنجلیکا با مختصر کج‌دیسگی و تغییری که چیزی جز به کارگیری رنگ‌آمیزی غلیظ نبود، تبدیل به چیزی شد با شهوانیت مقاومت ناپذیر. همان مضمون در شکلی ظاهراً گویاتر اما در واقع شاعرانه تر در تولد ونوس ارائه شد. رودون در دوران زندگیش شهرت چندانی نیافت، اما در میان همکاران جوانش بر اعتبار او پیوسته افزوده گشت.